که زحمته، هرچی باشه کمته، آنه نباش زحمته، شادی تو حقته، خوشحالی که زحمته، هرچی باشه کمته، آنه نباش زحمته. خواهدار ما به بله خنده خنده مانه بازه آبه دله یا خنده مانه به مشکلات عدیده، هر کی نخنده تقییده، برای درسته یه تقییده، بیفتی رو خنده شدیده، دل درد نگیری بعیده. دائما ببلی خنده خنده مانه بازه آبه دلی یا خنده مانه، دائما ببلی خنده خنده مانه بازه آبه دلی، بزن خنده مانه، بزن خنده مانه. هولی هولی چرا تو خوب شروع شد بودو بودو. جوان هستم بفرمایین حالتون چطوره؟ عالی. عالی، حال منم عالی. و حال خندبانای تو خونه؟ عالی. به به، شما خیلی باحالین. خیلی، خدا رو شکر. آقا ما یه قهرمانی امشب اینجا داریم. بذاریم بدم باش حرف بزنیم. یک قهرمانی که اسمش یاسینه. چند سالته یاسین؟ بیا شش. میشه تشریف بیاری اینجا؟ یاسین 6 سالشه و خودت میتونی توضیح بدی یا بگم یه چیزی اولیشو؟ همین چی؟ بنده یاسین اسلامی هستم، 6 ساله از تهران. بله. من تا حالا 8 بار عمل کردم. 8 بار عمل کرده. 4 دفعش عمل قلب باز بوده. درسته. بله. 4 دفعه دیگه چی بوده؟ 4 دفعه دیگه آنژیوگرافی، دنده. بله. و دیافراگ. دنده و دیافراگ ببینید، همینجوری هی حوصله‌شون سر میره، خودشو دکترها شروع میکنن باز میکنن، میچینن، جمع میکنن، بند میکنن. فعلا هم همچنان ادامه داره این جراحی ها، نه؟ آره فکر کنم همین بزرگ، همین 10 سالم شد اینا، باید دریچه بزرگتر برام بذارم. یکی دیگه هم در راه داره، رس بزنیم براش. بله، یه همچین پهلوونیه، واقعا قهرمان نیست؟ بله. این قهرمان دیگه، رسمن، دمت گرم یاسین. یاسین، ماشاءالله به یاسین. ماشاءالله. حتما بچه های دیگه هم در مملکتمون وجود دارن که یه همچین شرایطی بهتر بدتر براشون هست. ما از همینجا عشق میفرستیم برای تو و برای همه بچه های همسن و سال تو که انقدر قهرمانانه، پهلوانانه دارین کاری باحال انجام میدین، زندگیتون رو میکنین، بچه های خوبی هم هستین، بازی هم میکنین. بازی هم میکنین؟ دمت گرم. بازی هم میکنه، اینقدر راحت راجع به این بخش از زندگیش هم که باید جراحی کنه حالش بهتر بشه حرف میزنه. دمت گرم، تو خیلی باحالی. خیلی. یاسین خیلی باحاله. خیلی. میبینی؟ الان چیزی دیگه بخوای بگی یا دیگه بسه؟ بسه. بسه. همینه. آه من یه نکته بگم خدمت هممون، اونم اینه که جان ما، جان خودتون، جان عزیزاتون، قربون صدقه هم دیگه برین. عشق، با عشق هممون حالمون بهتره. وقتی احساس بکنیم عاشقمونن، وقتی احساس کنیم که عزیزمون دوستمون داره، قطعا حالمون بهتره. الان یاسین از این که فهمید ما هممون دوستش داریم، براش دست زدیم، تشویقش کردیم، قربون صدقش رفتیم، خیلی خوشحال شد، نه؟
خیلی هممون همین روحیه رو داریم. لازم نیستش که حتما لازم باشه شرایط سخت باشه تا قربون صدقه هم بریم. هر روز اگه به هم دیگه بگیم دوستت دارم، خیلی به من نگاه کن، خیلی دوستت دارم، اینو بدون، این اطمینان خاطر، این حال قشنگ دادن به هم دیگه انقدر انرژی بهمون میده، انقدر حالمون رو خوب میکنه، میتونیم بریم دنیا رو فتح بکنیم. واقعا باید حالمون خوب باشه تا بتونیم از پس سختی ها بر بیاییم، حتی اگر انقدر سخت نباشه یا خیلی سخت باشه فرق نمی کنه. موافقین؟ پس یه دست بزنیم برای خودمون. خب شادی برنامه امشب رو تقدیم بکنیم به کیا؟ مستأجرا، کنکوریا، کنکوریا کشتن منو دیگه دیگه. بیماره قلبی، اولا به یاسین و تمام دوستاش که دارن می جنگن و حال خودشونو خوب نگر می دارن تا مداوا و معالجهشون به خوبی انجام بشه. این یکی مستأجرا، دیالیزیا، کسایی که تازه عقد کردن پاشین شما هم یه دست بزنیم براتون. خوشبخت باشین، قربون صدقه هم زیاد برین، جواب میده، خیلی جواب میده، مخلصیم. و همین، به احترام، به احترامشون فعلا بلند میشیم. باشه. سه تا شهر هم بگین. بروجر چیز بگین، شهر بهنمیر، شهر دیگه. شادی برنامه امشب رو تقدیم میکنیم به یاسین و همه رفقاش، به همه مستأجرین، به همه دیالیزیا، به همه دیابتیا، به همه بیماران قلبی، به نیروهای یگان ویژه، به که به شهریوری ها و شهرم شد جهرم، کازرون، بهمن، بهنمیر. در کجاست؟ بابلسر، نزدیک بابلسر در مازندران. کسایی که تازه عقد کردن چی؟ فردیس کرج، اردبیل، پرسپولیسیا و میاند و آب. و یه آدم معروف هم بگین، مهران مدیری. دیگه نه، من نه، اشکان خطیبی، فرهاد مجیدی، محمد رضا گلزار، جمش سب شو چپاتوکا، آدمای معروف، نگار جواهریان، نگار آدمای معروفمون شدن، نگار جواهریان، مهران مدیری، اشکان خطیبی، محمد رضا گلزار، به افتخارتون. بفرمایید، بفرمایید آقای شاه حسینی. به به به، افتخارش. سلام، سلام. برو بریم، میخواییم قرعه کشی کنیم، جایزه بدیم. بیا اخوی 98 92 خب خدمت خودتون باشه. من مینا رهنوردان. نو نو Ha 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 ha!
اینم از خانم رهنوردان به مدت یک ماه هر روز به اندازه 30,000 تومان از هر رستورانی بخواین غذا میتونیم بگیریم، از هر رستورانی. بله. چندی؟ 106. دختر خاله خانم رهنوردان و همه همه امشب اونجا در میاد. فاطمه ناطقی هستم. خانم ناطقی خدمتتونم. مخلصم. یه عدد بگین. سلامت باشین. 11. 11. یه هدفون بی سیم تقدیم به شما. چهار. سلام. سلام. مصطفی جابری هستم در خدمتتون. چاکرم آقای جابری، بفرمایید. اجازه میدین شماره رو دخترم بگه؟ آره آره، دختر دوست داشت شما رو ببینه و با شما صحبت کنه که من اجازه بدین. خواهش میکنم. شماره رو شما اعلام کن بابا جان. 5. 5. آقای جابری اگه خودت آواز بخونی 200,000 تومان بهت میدی، اگر کس دیگه ای بخونه 100,000 تومان، اون میگیره 100,000 تومان تو. خب میکروفون اینجا. چه آوازی باید بخونی میخوام؟ هرچی. یه توپ دارم قلقلی سرخ و سفید و آبیه، میزنم زمین هوا میره، نمیدونی تا کجا میره. من این توپو نداشتم، مشقامو خوب نوشتم، بابام بهم عیدی داد، یه توپ قلقلی داد، یه توپ قلقلی داد. رای بدید بخوندن ایشون؟ کیا موافقن؟ واقعا این حمایت به نظرم خیلی حمایت. خیلی ممنون از شما. صاحب 200,000 تومان جایزه شدیم. یه توپ دارم. خیلی. چند شماره؟ 13. به نام خدا، مبینا مسلمی هستم از تهران. شماره 1. چند تو گفتیم؟ سپاس، خیلی ممنون. دوست داشتی اسکوتر؟ بله، خیلی ممنون. یاسین یه دونم تو بکش ببینیم چی میشه. خودت شماره چنده؟ صد و یک. سارا مسلمی هستم از تهران. خانم مسلمی یه عدد بگیم. شماره 13. 13. مخلصیم. بریم بیایم. بریم. آماده. 1، 2، محکم. 3. بریم بیایم. حالتون چطوره؟ عالی.
مهمان این بار خندوانی یکی از اون مهموناییه که من تمام این 5 فصل در ذهنم تخیل کردم، انتظار کشیدم و به شدت دلم میخواسته که تشریف بیاره به استودیو خندوانه و بشینه روی صندلی مهمان و با همدیگه گفتگو کنیم و شما ببینیدش. در حرفه من، یعنی حرفه نمایش و حرفه سینما و تلویزیون، ایشون خیلی 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 زیاد و واقعا نیاز به گفتن من نیست. یکی از اون شخصیت‌های مهم و به یاد ماندنی و بسیار مؤثر در همه جنبه‌های سینماست و ما بازیگرا رو طوری مدیریت میکنه و نشون میده و ثبت میکنه روی پرده که ماها فکر میکنیم خودمون خیلی کارا رو کردیم، ولی نگو خیلی کارا رو اینا میکنن. واقعا یکی از اون کسایی که اگر کسی بخواد وارد حرفه ایشون بشه، من فکر میکنم میتونه آرزو بکنه که مثل ایشون بشه. فکر میکنم نصف از جوایز این حرفه تو خونه ایشونه و با افتخار میخوام دعوت بکنم بگم. بالاخره اون روز رسید برام. خانم آقایان، دعوت میکنم با افتخار از جناب آقای محمود کلاری. مخلصی، خیلی بیشتر از اینو باید واسیم برای شما دست بزنیم. چاکرم. یه برنامه بعد دست بزنیم، یه برنامه دیگه بیاین بشینیم گفتگو کنیم. سلام عزیزم. سلام رامبد جون عزیزم. چاکرم. آره راست میگی، خیلی وقت بود که قرار آره بود نمیشد دیگه همینطوری کار رو نمیدونم الانو، ولی خیلی خوشحالم که اینجا هم. سلام میکنم. مخلصیم به تو و به همه عزیزان حاضر در استودیو و بیننده هایی که در هر کجای ایران عزیزمون دارن این برنامه رو میبینن و همطور در سراسر دنیا. بله، در سراسر دنیا. خیلی خوش اومدین. چه خبر دارین؟ چه کار میکنین؟ اوضاع چجوریه؟ خوب، خدا رو شکر. مرسی. آره، یه فعلا مشغول جمع‌آوری یه سری فیلم هستیم برای یک برنامه که خارج از ایران و دنبال این کیو چجوریش؟ اینا رو چیزی فعلا نمیگی؟ چیز خاصی نیست. در موزه هنرهای مدرن در نیویورک قراره که یک برنامه داشته باشن، حالا به قول خودشون ریپرسپکتیو. اینجا ترجمه میکنم مرور بر آثار یا مرور بر کارهای یه بابایی. من که اثر ندارم البته از خودم، ولی کاری که کردم البته من نیستم موضوع اصلی به زعم خودم. این رو بدونه کمترین تواضع، کمترین ادا و اطوار دارم میگم، این سینما ایرانه. من بهانم. ببینید الان واقعا موقعیت سینما ایران یه گونه ایه که همه دلشون میخواد که یه شرایطی رو فراهم کنن، یه موقعیتی رو بچینن. امکان این در حقیقت پیش بیاد که یه سری فیلم ایرانی نشون بدن و خب وقتی که نگاه میکنن که بهانش چی باشه، این تحلیل خود من از این اتفاق، خب فکر می‌کنن یه فیلم برداری مثلا که یه چیزی بوده نزدیک 100 تا فیلم مثلا فیلم برداری کرده، این امکان رو برایشون فراهم می‌کنه که از دلش مثلا 15 تا 14 تا 18 تا فیلم پیدا بکنن و بهانه‌ای بشه برای نمایش اون فیلم ها. یه تایتلی هم حالا اونا برای اون این برنامه در پیشنهاد کردن، آی آف ایران یا چشم ایران، که بازم همینه که باز تأییدی است بر همون نکته‌ای که من قبلا گفتم، یعنی یه شمایی از کشور ما در حقیقت بتونه در یک پروسه مثلا یه هفته یه 7-8 روزه در کنار حالا نشست هایی که انجام میشه و صحبت هایی هم که راجع به سینما در ایران میشه اینا عرضه بشن.
من یه تعداد فیلم انتخاب کردم. نکته شاید قابل توجه این باشه، شاید این برنامه الزاماً باید خیلی برنامه شاد و شنگولی باشه، ولی شاد شنگول هم میشه. شما خودتون شاد شنگول بگین الان چی میگه. از این بابت که پیدا کردن این فیلمو پارهشون بسیار سخت بود و بسیار به واقع نگران کننده. چرا؟ برای اینکه تعدادی از فیلم‌های در حقیقت تاریخ سینما ایران که حالا برگرده به این دوران حضور من، تو مثلا 30 چند سالی که من از 30 نزدیک 5 6 سالی که تو سینما حضور دارم، واقعا متریالی از اینا یا پیدا نمیشه یا یک کپی بسیار در حقیقت فرسوده و غیر قابل استفاده. و تو عصری که مثلا شما فکر کن فیلم‌های صامت دنیا بازسازی شدن و به اون شکل نمایش داده میشن، اینجا به هر تهیه کننده‌ای مراجعه میکنی اصلا خیلی در جریان نیست، میگیم نگاتیوش کجاست، نمیدونم اصلا نمیدونه. یا پوزیتیوی که مثلا زیرنویس داره، شما به هر حال دنبال نسخه زیرنویس دار میکردیم، اینقدر داغونه، اینقدر تو آپارات چرخیده. و بعدم تنها جایی که واقعا باید ازشون قدردانی بشه به نظرم شاید همین فیلم خانه است که تونسته بخشی از اینها رو جمع جور کنه در اونجایی که در حد توانش بوده و بازسازی بکنه یا بده برای بازسازی. وگرنه خود صاحبان در حقیقت فیلم ها انگار که در این زمینه هیچ فعالیتی صورت نگرفته، هیچ دغدغه‌ای نبوده، هیچ نگرانی نبوده. این از این بابت واقعا شاید میگم دلم نمیخواد این برنامه رو خیلی به اون سمتی ببرم که تالو حسش در حقیقت یک کمی حالا با خودش اندوه بیاره، واقعا تأسف بیاره. امیدوارم که هرچه زودتر برای این یه فکری بشه، حداقل اونچه که موجوده واقعا اینجوری هست حقیقتا. فیلمایی که میتونم بگم که شاید دیده باشید که آقای کلوری فیلم برداری کردن، لطفا با من همراهی بکنید. بیش از 100 تا فیلم، هم حالا همین دوره پلوش 100 فیلم. مثلا فیلم مادر آقای مرحوم آقای علی حاتمی، از آقای کیمیایی بگین، سرب، گروهبان، رد پای گرگ، تجارت، عرض کنم که این اواخر سربازای جمعه و اینا آقای مهرجویی، لیلا، سارا، درخت گلابی، میکس و دختر دایی گم شده و اشباح، جدایی نداره، سیمین و فیلم گذشته، خانم بنی اعتماد، فیلم خونبازی. عرض کنم که هر کس در سینمای ایران صاحب نامه و حرفی برای گفتن داره قطعا با شما کار کرده و این لذت رو برده. آقای محمود کلاری یکی از بهترین مدیران فیلم برداری سینمای ایران هست. به نظرم یه دست میخواد. محمود جون، آقای شاه حسینی یه سری سوال میپرسه، یکی شما یکی من. بعد روی 5 ثانیه هم، یعنی هر کدوم 5 ثانیه زمان داریم برای جواب دادن، 5 ثانیه هم اینجوری اعلام میشه. شروع کنیم. اول من با آقای جوان. همشون هم جوابش سته ایه. آقای جوان، سه تا ابزار کشاورزی نام ببرین. گاواهن. آقای کلاری، سه نو سنگ. سنگ مرمر، تروانتین انگار، سنگ خارا، سه نوع زباله خشک، پلاستیک، کاغذ، شیشه. آقای کلاری، سه تا چهره علمی ایرانی. علمی ایرانی؟ بله. حالا داره این یه دکتر حسابی که شاید در رأسشه. تموم شد. آقای جوان، سه تا پایتخت نام ببرید. سه تا پایتخت، تهران، مسکو، پکن. آقای کلاری، سه تا آثار تاریخی شیراز نام ببرین. تخت جمشید، در پاسارگاد و بازار وکیل. آفرین. آقای جوان، سه تا حیوان شاخدار. گاو، گوز، بز. آقای کلاری، سه تا حشره پرنده. پشه، مگز، رامبور کنی؟ رامبور هم هست؟ آی جوان، سه مدل ماهی نام ببریم. ماهی قزلالا، ماهی سفید، ماهی کپور. آی کلاری، سه نوع عرقیجات سنتی رو نام ببریم. عرق نعنا، عرق شاتره، عرق... آقا نه میرسه آخو، تا ما بگم آی جوان، سه طعم کلوچه.
نارگیلی، کره‌ای، گردویی. آقای کدری، سه تا رشته کوه معروف. البرز، اسفلان و سفیدکوه و زردکوه. آقای جوان، سه تا فامیلی که با جیم شروع بشه. جوان، جواهریان، جم... ای بابا! آقای کدری، سه تا غذایی که با تخم... بگم جلاری. سه تا غذایی که با تخم مرغ پخته میشه. نیمرو، کوکو سیب زمینی و املت. آقای جوان، سه مدل آش. آش رشته، آش دوغ، آش شله قلمکار. آقای کدری، سه تا میوه بوته‌ای. بوته‌ای، خربوزه، هندونه، نمیدونم بسیاری دیگه هست اینا. خیلی زیاده. سر کن. نه دیدی؟ گفت خربوزه، هندونه و بسیاری از اینا. یعنی خیلی زیاده. سومی بیان بحث نداره. چی می‌پرسی؟ آقای جواد، سه تا تخلف راهنمایی رانندگی. ورود ممنوع، رد کردن چراغ قرمز، پارک دوب. آقای کدری، سه تا از فیلم‌های داریوش مهرجویی. سارا، لیلا، درخت گلابی. آفرین. قطعا خودم گرفتم. آقای جواد، سه تا ساز بادی. فلوت، ترومپت، باسون. آقای جواد، آقای کدری، سه تا شخصیت معروف ادبی. ادبی در باب شعر یا نویسنده فرق نمی‌کنه. تموم شد. اینقدر زیاده من که هم تفکیک باید کنم. سریع باید جواب بدید. آقای جواد، سه تا سایز یخچال. ساید بای ساید. گنده کوچی. گنده متوسط کوچی. هتلی. هتلی. آقای کدری، سه تا پرنده که پرواز میکنن. کبوتر، قناری، نمیدونم، کب... عقاب. 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 آقای جوان، سه تا شغل مربوط به غذا. آشپز، پیشخدمت، ای بابا. آقای کدری، سه تا عدد مضرب چهار. 12، 8، 16. آقای جوان، سه تا پسوند فامیلی ایرانی. آقای کدری، سه تا اسم هندی نام ببریم. راج، راجیتا، ساندرا. دنبال با هندی میگه. آقای سه تا وسیله اندازه‌گیری. متر، گونیا، خطک. آقای کدری، سه تا اصطلاح فوتبالی لطفا. هند، آفساید، ضربه کاشه. آقای جوان، سه تا جرم غذایی. دزدی، قتل، کلاهبرداری. و سوال آخر، آقای کدری، سه مدل ریش و سبیل نام ببریم. داگلاسی، سبیل معروفه. پرفوتوری. من داره تمومه. یه بار دیگه برمیگرده. متشکرم، ممنونم. عالیه. کودکیتون چجوری بوده؟ کودکیم خیلی باحال بود. چه خیلی باحال بود. چند تا بچه بودین؟ دو تا، من و خواهرم فقط. تموم. آره، خانواده‌مون خیلی به قول معروف کم جمعیت بود. ولی کودکی خیلی باحالی داشتم. یه جورایی مجبور بودم پیاده برم مدرسه، یه فاصله دوری رو. کجا به دنیا اومدی؟ و توی یه خونه ای توی کوچه غریبون، اسمش رو کوچه غریبان، در انتهای بازار آهنگرا، پشت چهارراه سیروس. خب تو بازار کرده شدیم. برای من، وقتی میخواستم برم مدرسه دوران ابتدایی، برای تو بازار رد میشدم. هر روز؟ هر روز و دو بار، یعنی صبح و بعد. و یه صبح که میرفتیم باز بود؟ بازار باز بود، دایر بله بود. بله بله، مثلا ما ساعت 7 که راه میافتادیم دیگه اینو داشتن راه میافتادن و ملت. آره آره، خیلی اصلا یه جور دیگه بود زندگی اون موقع. خیلی وضعشون خوب نبود، یعنی واقعا این چیزی که الان داریم میبینیم. ما الان مثلا چند جور میوه میخریم میبریم خونمون، اصلا اینجوری نبود. من یادم بابام شب به شب میومد و یه میوه با خودش توی پاکت میآورد خونه، یک نوع میوه، و ما همونو در حقیقت مصرف میکردیم. اما خیلی عالی بود، خیلی خوب بود. یه شب بابا اومد، حالا انگور گرفته بود و انگور رو شستن گذاشتن تا مادرم بره شام آماده کنه و اینا، در فهمی پس تابستون بود، تو حیات بودیم. بابام خاطرات اتفاق روز رو داشت برای مادرم تعریف میکرد. گوه امروز رفتیم فلان جا اینا. من فکر کنم مثلا چیزی بوده 6 سالم بود. بعد بابام شروع کرد به اینکه آره امروز رفتیم فلان جا و فلان جا، نه به من گفت فلان اینا، همونطور که داشت حرف میزد این انگورا رو میخورد، همونطور دونه دونه میکم میخورد. بعد یه جایی یهو ما دیدیم که خواهر من داره لب برمیچینه.
و مامانم که اومد غذا رو بچینه و نمیدونم حالا مخلفاتش رو بذاره کنارش ماست و غیره و سبزی خوردن، یهو نگاهش افتاد به خواهر من، گفت چی قربونت برم، چرا حالت اینجوری شد، چرا فلان، گفت بابا همه انگورا رو خورد. آقا اینو داشته باش شما. من یادم تا وقتی که به 20 خورده ای سالگی رسیدیم، هر بار که یه میوه اومد سر سفره، مادرم هم گفت حسن آقا باز دوباره نری تو قهوه خونه و خاطراتت همه میوه رو بخوری، حیوانی یه بار فکر کن انگورا رو خورد. این میخوام بگم روزگار خیلی خاصی بود. یه مادر بزرگ داشتم که اصلا عاشقش بودم، و جالب این بود که دایی ما پدرم اینا، دایی در حقیقت یعنی برادر مادر بزرگ من، چون این همیشه هر روز میومد به خواهرش سر میزد و در که میومد تو میگفت سلام آبجی، چطوری آبجی، انقدر این آبجی آبجی گفته بود که ما همه مادر بزرگم گفتیم آبجی. و عاشق این بودم، من عاشقش بودم واقعا. بعد جالب، نکته جالب این بود که ما وضعمون بد نبود، یعنی زندگیمون تقریبا میگشت و حالا میشه گفت مثلا پدرم بازاری بود به هر حال و اوضاعمون در هر حال بد نبود، اما چیزی که به نظرم رسید بود که پدرم منو در همین تابستونا میذاشت سر کار. خیلی هم پولش واقعا مهم نبود، مهم بود که اون موقع فکر میکردن که این بچه تو کوچه میچرخه، تابستونه، نمیدونم فلانه اینا، یه جوری جنبه در حقیقت محافظت داشت از آدم. مرسوم هم بود اون موقع میکردن این کارو. و من یادم که چندین تابستون توی مغازه پسرموهای پدرم که اینا چاپخونه داشتن اونجا کار میکردم، خب کوچیک بودم بعد و اونا خب با من واقعا مثل یه شاگرد رفتار میکردن، واقعا تبعیضی قائل نمیشدم بین من و بقیه. گاهی اوقات که یادم این کاغذایی که چاپ شده بود رو به من میدادن که من برم تا صحافی که یه فاصله خیلی دوری هم بود تو بازار، من دستم رو اینجوری میکردم و این کاغذ ها رو میچیدم و من چونم رو میبردم بالا تا جایی که دیگه اینا واقعا فول میشد به خدا، و اینجوری تو بازار میرفتم تا در حقیقت صحافی. یادمه که وسط راه کمرم درد میگرفت تو اون سن کوچیک، بعد به یه جایی پیدا میکنم تکیه میدادم و میدونستم که اگه این رها بشه و بریزه دیگه تمومه، یعنی جمع کردنش محاله. دقایقی رو واقعا به دیوار تکیه میدادم تا زغزغ کمرم بخوابه و بعد اینو میبردم. اما عشق این که حالا تای هفته 5 تومن فکر میکنم 5 تا 1 تومنی به من حقوق میدادن و این من با این 5 تومن چی کار میتونم بکنم، همینطوری که میگم یه قناعتی در زندگی جاری بود که در عین سختی خیلی همه چیز رو لذت بخش میکرد. خیلی یعنی منو خواهرم میبردن سینما، برای ما یه دونه نوشابه میخریدن، یه قلوب من یه قلوب خواهر، این نوشابه مثلا چی بود که چرا دو تا نمیخریدن نمیدونم. وای اوقات سوال آخر تو تا بخریم دیگه داریم میبریم نشون دیگه. من آرزوم این بود که یه بار یه نوشابه کامل داشته باشم بخورم تا ترش، بعد یه قلوب من یه قلوب اون، به هر بار خواهر من گریه میکرد که من قلوبای گنده میزنم. اونم دیدی همیشه اون تفلک هم همیشه در معرض ظلم بوده، انگورو بابا خورده نوشابه رو بردنش میخورده، نگاه کن نصفشو خورد یه قلوب من. یعنی میخوام بگم این دوران رو در حقیقت تو کودکی داشتیم. بعدن از اون خونه بلند شدیم اومدیم رفتیم در حقیقت توی یه جای دیگه نشستیم، تو کوچه نصیرالدوله که در حقیقت بالای بازارچه نواب بود. این باز مسافتی که من تو مدرسه طی می‌کردم، باز بازارچه رو حالا باید در حقیقت اونجا بازار رو در حقیقت ازش عبور می‌کردم. اینجا دیگه در آستانه دبیرستانم بودم، اواخر دبستان و دبیرستان ما اومدیم به این خونه جدید. یه میدونی بود، میدون باغ پسته بک بهش میگفتن، یه میدون باغ پسته بک، باغ پسته بک الانم باید در تهران باشه همونجا. بک منظور همون بیکه احتمالاً دیگه، شاید برای قربونت برم. چقدر داغه اینجا زیر این چراغا. خیلی عرض کنم این بلایی که شما سر ما بازیگرا میارید، همه چراغاتون اینجا میگیرید، فول لایت استفاده میکنید شما اگه چراغ بزنید کاری ندارم. بعد ما می اومدیم در حقیقت از این میدون رد میشیم، کنارش قهوه خونه بود، یه تلویزیون تو این بود که من یادمه که ما
خیلی از وقایع مهم جهان رو توی تلویزیون این قهوه خونه دیدم. من حداقل تو سن کودکیم اینجوری بود، یک ریال یک قرون ما میدادیم یه چایی، به ما اجازه میدادن که بریم تو قهوه خونه بشینیم. هم میذاشتن بریم تو قهوه خونه. آره 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 آره. و جایی رو که قهوه‌چی برای ما در نظر گرفته خیلی جالب بود، بغل در ورودی بود، چون اون طرفا ملت قلیون و سیگار و اینا میکشیدن و ما رو میذاشتن به پنجره که مثلا فرض کنیم یه هوای بهتر داشته باشه و در ضمن مشرف باشیم به تلویزیون. من مهمترین اتفاقات دنیا رو تو اون قهوه خونه تو تلویزیون دیدم. باور نمی‌کنی، مثلا فرض کن پیاده شدن انسان رو کره ماه تو همین قهوه خونه، مسابقات مثلا محمد علی کلی شما بگیر تا مثلا فرض کن خروج آمریکایی از سایگون بعد از جنگ ویتنام تا ترور کندی، اینا رو همه رو من تو اون قهوه خونه و توی اون تلویزیون دیدم و البته تعداد بیشماری سریال‌های مختلف و اینها. و با اینکه ما وضعمون نسبتاً بد نبود، بابای من تلویزیون نمی‌خرید. حالا یه چرا مقدار... به خاطر یکیش این که به هر حال اون روزگار فکر کردن که این یه مقدار غیر اسلامیه، یه مقدار در حقیقت حالا برای خانواده خوب نیست و غیره. یه بخشیش هم نمایشی بود، یعنی یه جوری بود که مراعات میکردن از در و همسایه، انگار که بقیه بیشتر حساس بودن تا خود خانواده. و بعد که خریدم برای این اینو میگم، بعد که ما تلویزیون رو خریدیم، تلویزیون رو گوشیم توی کمدی، یعنی کمدی که توش پایینش رخت خواب بود و اینا بود و اون طبقه بالا تلویزیون رو کردن اون تو، ولی قابل استفاده روشن. آره آره، برقا کشیده بودن و زده بودن بهش، اینا که مثلا ملت میان میرن نمیدونم مهمون برام میاد، ما تلویزیون نداریم، یعنی درش بسته باشه. و چون تنها جایی که میشد استفاده کنی این تلویزیون تو اتاق مهمون خونه بود و اونجا بود که کمد اینجوری وجود داشت گوشش، برای اینکه اون یکی اتاق که ما توش میخوابیدیم و نمیدونم اتاق زندگیمون بود و فلان، اینا جایی برای تلویزیون نبود. بعد یادمه که ما من و خواهرم بعد کلمون رو به سقف میکردیم تلویزیون نگاه، یعنی گردنمون درد میگرفت وقتی تلویزیون نگاه میکردیم. نمیخریدن تلویزیون، خلاصه کاری ندارم. بعد از اینکه خریدنم اینجوری خیلی کودکی به نظرم عجیب و غریبی بود و خیلی به نظرم پر از داشته هایی که الان تو زندگی من به کار میان، واقعا داشته هایی که تو زندگی من به کار میان. حالا دوران مدرسه که برای خودش و خاطرات عجیب و غریب و اینها، ولی یه روزگار خیلی معصوم، خیلی پاکیزه، خیلی دلبستگی غریب، همون چیزی که الان دیگه خیلی کمتر هست، یا خوشی‌های خیلی کوچولو، خیلی کوچولو، اینکه یه روز بابا اومد فوق‌العاده اصلا حیرت انگیز. الان آدم ها یادشون رفت به خدا. من چهارده با چیزه اینقدی خوشحال بود، من چهارده پونزه سالم بود یادمه که یه روز بابا اومد گفتش که اکرم ما یه کاسبی کردیم تو این هفته و فلان اینا و دست که جیبش اینا 1000 تومن در آوردیم. پولی بود؟ خیلی آره پولی بود، واقعا پولی بود میتونست. بعد گفت بیا بریم مشهد و من میخوام ببرمتون مشهد و میخوام از جاده کناره ببرمتون و میخوام دریا رو به بچه ها نشون بدم. و باورت نمیشه من همیشه دریا رو از توی منظره‌ای که تو قاب بود تو مغازه بابام بود میشناختم، دریا ندیده بودم. و برای اولین بار ما با این اتوبوس رفتیم مشهد و با اون 1000 تومن 4-5 روز مشهد بودیم، کیف کردیم، عشق دنیا رو کردیم و برگشتیم و واقعا با همون 1000 تومن، یعنی میخوام بگم اینقدر ساده بود، اینقدر با یعنی یه کاسبی، یه اتفاقی بعد میافتاد، یه پولی جور میشد، یه تفریحی شکل میگرفت، یا یه مثلا فرض کنیم اتفاقی تو زندگی شکل میگرفت. همه چیز سخت‌تر به دست می‌اومد، بنابراین مهم می‌شد، اهمیت پیدا می‌کرد. ما امروز همه چیز رو ساده به دست می‌آریم، برای همین هم اهمیت نداره واقعا. مثل خیلی چیزای دیگه اون روزگار ما چه می‌دونم، اینکه تصور کنیم میشه با تلفن خونمون مثلا با کسی در اون برای اقیانوسا تماس گرفت، مثلا اگه شدنی مثلا تصور یه همچین چیزی، بعد بتونیم تصویرش رو ببینیم، بعد غیرو و و و و و الان مرتب ما داریم با دور و وریامون همینطوری تماس داریم. و اصلا دلتنگی به جان رامبو، دلتنگی به نظر من یکی از فوق‌العاده ترین احساسات بشره. ما الان نداریم این دلتنگی رو، برای اینکه همش داریم همدیگر رو میبینیم 24 ساعته، یعنی اصلا کیفی نداره. من الان دارم از اینجا میرم ملاقات در حقیقت نوه خواهرم که 2 روز پیش به دنیا، 3 روز پیش به دنیا اومد، الان دارم میرم اونجا قربونتون برم بعد از این.
بهش گفتم، ولی من فکر کردم که من دیدن عکس این بچه از این طریق دیگه لطفی نداره، یعنی کیف داره که تو بری به بچه رو ببینی بگیریش بغلت، میدونی؟ و اینا رو هم ما گرفته شد، یعنی به نظرم این واقعا دلتنگی خودش یه نیاز غریبیه برای بشر، حالا کمرنگ شد. خیلی درست. این دست به از بابا چی یاد گرفتین؟ خب خیلی چیزا، یه مناعت طبع فوق‌العاده داشت. هیچ وقت یادم نمیاد که ما رو تنبیه کرد، هرگز، هرگز. و یا مثلا بددهنی کرد تو خونه، ما نشنیم، هنوز هم که همینطوره، الان که هست همینطوره. ما همیشه جمع میبستیم و این به بچه های من هم الان کوهیار و کامیار و مهیار هم سرایت کرده. و جالب بعضی وقتا با کوهیار که مثلا فرض کنیم راجع به یه بحث میکنیم، اون باز به من میگه که خودتون گفتین مثلا فلان کارو بکن، مگه من به خودتون نگفتم؟ وضعیت دلخوری و بحثم اصلا در این مفرط نمیشه، یعنی با این حال جمع میبرد. این ما از اونجا داریم، یعنی یه جوری با ما رفتار شد که این همینطوری با ما اومد و بچه های من دیدن وقتی کوچیک بودن که این مناسبات اینجوری اتفاق میفته، بنابراین این اومد و با خودش یه چیزایی رو دادن و یه چیزایی رو گذاشتن که باور کن الان که فکر میکنم میبینم که نسل حتی پشت نسل، یعنی وقتی مادر بزرگم رو به خاطر میارم که میگفتش که مادر هیچ وقت دروغ نگیا، دروغگو دشمن خداست. چرا مثلا فرض کن به یه جنایتکار میگن دشمن خدا، به یه نمیدونم آدمی که فجایع خیلی عجیب غریب تری میکنه نمیگن دشمن خدا، ولی به دروغگو میگن دشمن خدا. این بزرگترین گناهه در حقیقت که میتونه بشر بکنه. پس دروغ نگو، چون وقتی که دروغ میگی حقیقت رو میکشی. با اون وقتی که چشم الان دلتون میخواد به کی یه جمله بگیم رو به لنز؟ به خواهرم بگم قربونت برم که نوه دار بودی، حالا یه نوه جدید هم پیدا کردی، چقدر خوشحالم برات. دست بزنم سلامتی. شما که نوه دار میشین هنوز مقدماتت فراهم نشده از این سه تا پسر؟ چی بگم آره اونو باید پرسید چرا دست به کار نمیشن؟ چرا دست به کار نمیشن؟ چرا شما باید یک کار بکنید؟ ما که زمینش فراهم کردیم، الان در حقیقت یه نامزدی حالا کار اینا دارن، یک دو تاشون حداقل یه خب چه خوب مقدماتی هست، ولی نمیدونم دیگه، بخشش همین زندگی حاضره. با هر کدوم اینا میگم من سن شما بودم، مثلا دو تا بچه داشتم و سالها قبل حتی، ولی خب میفهممشون. شما بچه رو دعوا نکردین؟ نه یادم نمیاد، یادم نمیاد. بعد دهنی باشو نکردین؟ یادم نمیاد. چرا مثلا یه جاهایی گفتم که مثلا در حد اینکه خفه خون بگیر و فلان کارو بکن مثلا، اینا شده ایشون چرا دروغ بگم، ولی نه بیشتر از شما بگید یک دو سه با دست راست رو به دوربینی که رو کرینه میگیم بریم بیایم. یک دو سه
محمود جلالی مهمان خنده بانه. خیلی مخلصم. قدرت شما. خیلی خوشحالم شما اینجا. قربونت به خدا من خیلی خوشحالم. قربونت شکر. آقای شاه حسینی برگشتن. باقی کلوری شروع میکنیم. آماده؟ بای باز شروع. باقی کلوری شروع میکنیم. بله. گندونه بابر خیلی چیزه. سه تا غذای تابستونی نام ببرین لطفا. نون و پنیر و سبزی، آبدوخیار، نون و پنیر و خربوزه بخور ببین چه خوشمزه. آی جوان، سه تا حیوان وحشی؟ شیر، گرگ، پلنگ. آی کلاری، سه تا ورزش ماجراجویانه؟ شمشیر بازی، فکر کنم، کشتی، کچ. آی جوان، سه تا باشگاه فوتبال داخلی؟ پرسپولیس، استقلال، استقلال اهواز. درست گفتم. آی کلاری، سه تا رنگ پیراهن مردانه؟ رنگ پیراهن سفید، سیاه، خاکستری، مشکی و آی جوان، سه تا شغل نیازمند سرمایه زیاد باشن. بانک، بورس، بگین. آی کلاری، سه تا حیوان قطبی نام ببرین. فوک، عرض کنم که پنگوئن و چی بود؟ چی بود؟ سه تا حیوان قطبی. فوک و پنگوئن. آی جوان، سه تا اکسسوار مربوط به لباس. راست میگی. گیره، جالباسی، کمو... بای بابا. آی کلاری، سه تا چهره ماندگار ایرانی. آفرین، خسرو شکیبایی واقعا. ای قربونت برم من. واقعا. آی جوان، سه تا بیماری روحی روانی. اسکیزوفرنی، افسردگی و مالی خولیا. آی کلاری، سه تا عدد اول. عدد اول یعنی یک سه پنج یعنی منفرد. آی جوان، سه مدل شلوار. شلوار کوتاه، شلوار ورزشی، شلوار جین. آی کلاری، سه تا شغلی که مرتبط باشه با فلزات. آهنگری، ریختگری و چم. آی جوان، سه تا شغل که مرتبط باشه با حیوانات. در پنجره سازی. دامپزشکی، تربیت کننده اسب، باغبان. ای بابا، هیچ چیز نمیتونم بگم. آی کلاری، سه تا رشته که زیر مجموعه دو میدانی باشن. دو میدانی، اصلا خود دو میدانی خود زیر. آره. آی جوان، سه تا دو میدانی. آره. مجموعه دو... من بگم زیر مجموعه یعنی چی؟ آره. زیر نه دو یعنی همون توی دو میدانی. آره. آی جوان، سه تا غذای خارجی رایج در ایران. اسپاگتی، پیتزا، ژیگو. آی کلاری، سه تا وسیله توی حمام و دستشویی. صابون و شامپو، نمیدونم لیف و الا ماشاءالله. آی جواد، سه نوع دیسک و وسیله ذخیره سازی. سه نوع چی؟ دیسک و وسیله ذخیره سازی. هارد، فلش، مموری انقدی. آی کلاری، سه تا کتاب طولانی. جنگ و صلح و زن 30 ساله و آی جواد، سه تا شخصیت اسطوره‌ای. رستم، سهراب، افراسیاب. آی کلاری، سه تا سریال ایرانی نام ببرین لطفا. خود پایتخت، خود چیز چی بود اون؟ آی شبا، سه تا این که پری میگن اصلا دیگه تعدیل میشه. آی جوان، سه تا تورنمنت مهم ورزشی. دوچرخه س... اصلا شما رو نفهمیدم. آی کلاری، سه تا بازی فکری لطفا. شطرنج، منچ، نمیشه فکر فکریه. آی جوان، سه تا شغل شبانه. چی چی؟ سه تا شغل شبانه. نگهبانی، پرستاری، آتش نشانی. آی کلاری، سه تا شغل که با حرف الف شروع بشه. آهنگر، آتش نشان، آینه ساز. می‌خواستم بگم آینه ساز. آی جوان، سوال آخر، سه تا رنگ پرفروش ماشین. سفید، مشکی، خاکستری. نمی‌فهمم. خانم عمیسای اعلام می‌کنم برنده اینجا. چند تا گفتیم؟ متشکرم. پونزده دوازده من بردم با سه تا اختلاف. آقا من اسم چند تا فیلم بردار رو میگم، لطفا بدون اینکه همه رو شبیه هم بگیم. خیلی خوبم، خیلی ماهم، خیلی استادم. اینجوری نگیر. خب خیلی سخته. میدونم
میدونم خیلی سخت. آره آدم راجع به همکارش بخواد نظر بده کار سختی. اسمشون رو میگم شما نظرتون رو جمع و جور بگید. حتما. علیرضا زرین دست. یه نابغه خلاق در زمینه ابزار و ادوات. محمد آلاتوش. خوشفکر و با دانش. مازیار پرتو مرحوم. بسیار آگاه در زمینه فضاسازی در سینما. بهرام بدخشانی. اونقدر که حقش هست و بود مطرح نشد. تورج اصلانی. نوآوری که شاید اگر ادامه میداد اون وقت نتیجهش خیلی خیلی بهتر از اون میشد که تا حالا بود. حسین جعفریان. استاد. نعمت حقیقی مرحوم. فیلم برداری که در یک فضای بسیار محدود و بسته یک چشم سینمای ما رو به تصویر و اونچه که زمینه فیلم برداری بود در حقیقت آشنا کرد. اصغر رفیجه. خلاقی که از تجربه گرایی به بهترین نقطه واقعا در این زمینه رسید. از تجربه گرایی. پیمان شادمانفر. تلاشگری در سینما، ذوق و نگاه داره. به نظرم نباید انقدر شلوغش کنه. پشت هم. یعنی اگه تونتون کار کنه. آها. باید به خودش فرصت بده. پیمان شنیدی. هومن بهمنش. هومن بهمنش با استعداد و دارای ویژگی‌های مال خودش. منحصر به فرد. مهرداد فخیمی مرحوم. یک انسان به تمام معنا و آگاه با یک جهانبینی بسیار گسترده که تو کارشون کاملا مشهوده. نمیتونه توی این دسته‌بندی قرار بگیره ولی به هر حال چون اسم ایرونی داره و شاید ایرونی به حساب بیاد. داریوش خنجی. نقاش فیلم بردار. و محمود کلری. همینی که هست. ای بابا. نه بگی چیه ویژگی و ویژگی محمود کلری چیه؟ تعریفش از محدوده وظایف شناخته شده در حیطه کاری خودش فراتره. من هر فیلمی که کار میکنم فکر میکنم که من فقط فیلم بردار نیستم. من باید کارهای دیگه هم بتونم بکنم و سعیمو میکنم. یعنی هر کمکی که به فیلم بکنید که این فیلم یعنی بهتری بشه. واقعا تمام تلاشم دریغ نمیکنید. در فیلم نامه، در نمیدونم خیلی چیزای دیگه، انتخاب بازیگر، واقعا سعی میکنم هر آنچه به نظرم میرسه و میتونه کمک کنه به فیلم. درسته. ممکنه اشتباه کنم قطعا. درسته. ولی فروگذار نمیکنم. یه فیلمی رو شما ساختین به اسم ابر و آفتاب. ابر و آفتاب هم یک اصطلاحیه که یا اینجا این معنی رو میده که موقع فیلم برداری یا بهتره که ابر باشه یا آفتاب باشه. وقتی اینا عوض میشه شدت نور تغییر میکنه، در نتیجه خروجی میتونه متفاوت بشه از قبل و بعدش. پس همیشه اینجوریه که اگه ابر داشتن میگرفتن میگه آخ آفتاب شد، بعد واسیم تا ابر بشه. بعد داریم کار میکنیم مثلا آفتابه یا میگه آی ابر داریم، آی ابر داریم، نمیتونیم بگیم فعلا واسیم. سر فیلم برداری انقدر عوامل مختلف وجود داره برای اینکه یه های گروه مثلا 70-80 نفره 100 نفره هم همجی نشستن منتظر که حالا یک فیلمی ساخته شد با همین مضمون و با یک همچین معنی و خیلی زیبا، خیلی شاعرانه توسط محمود کلاری. خودتون هم فیلم برداری کردین؟ دستیار هم فیلم برداری کردم. شهریار فیلم برداری. شهریار پشت دوربین نشست. بله بله. بعد ساخته شد و این فیلم رفت در جشنواره توی ماردر پلاتا توی آرژانتین. رفت تو آرژانتین و جایزه گرفت. بله. لطفاً از اینجا به بعد بگین چی شد.
خب داستان عجیبی داره. یه بهانه ای شد که من یه خاطره تعریف کنم از شاید استاد مسلم و فیلمساز شناخته شده جهانی ایرانی، عباس کیارستمی. وقتی فیلم رفت در قدر جشنواره مار پلاتو، آقای کیارستمی رئیس جوری بود. خب اصلا من کمترین در حقیقت شانسی برای خودم قائل نبودم، چون میدونستم که آقای کیارستمی فیلمو دوست نداره. قبلا هم به من گفته بود، حتی یه بار به من گفت محمود چرا این فیلم در نیومد؟ که من گفتم شما که دیگه بهتر از من میدونی، شما استاد این قضایه ای. خیلی دلایل داره، هزار تا دلیل داره. یه فیلم در میاد و یه فیلم در من کتامو میتونم در. آره حتما قربونت برم. من شما ریزر خوش کنم. مرسی عزیزم، کتتون هم در. بعد خب گفتم که این که هیچی. و تازه آقای کیارستمی نمیاد جایزه رو بده به یه فیلم ایرانی که دوست نداره. حتی دوست هم داشت. آها. من حتی برام فکر کردم که بگن که آره حمایت کرده فیلم مملکت خودشو. آقاتون در بیاره. پس بنابراین من هیچ شانسی برای خودم قائل نبودم. عرض کنم که شب آخری که فرداش قرار بود اختتامیه برگزار بشه، من ساعت 11:30 اینطور رفتم خوابید. آقای کیارستمی معمولا زود میخوابید، 10:30 to 11 ماکسیمم میخوابید. من رفتم تو اتاقم، گفتم خوابیدم، یهو تلفن زنگ میزنه، گوشی رو برداشتم دیدم آقای کیارستمیه. گفت خوابیدی؟ گفتم خب بله. اون گفت بابا شب فردا اختتامیه است و فلان، امشب نمیدونم نتیجه ها مشخص شد، تو گفتی خوابیدی؟ گفتم ما که شانسی نداریم اینا. گفت پشت بیا بالا. مثلا من طبقه 7 بودم، نمیدونم چی آقای کیارستمی مثلا طبقه 14-13 بود. بودو رفتیم لباس پوشیدیم و فلان ایشو احضارمون کرده دیگه. تو آسانسور رو رفتیم خدمت ایشون. در رو واکر تو بشین. نشستم هم لب تخت. بدون راحتی هم مثل این که کنار بود خودش نشستون رو اینا. گفت فکر میکنی چی بردی؟ گفتم شوخی نکن. آی که رو سمی خدای این کارا بود. آها. اون چهرهش رو کسی نمیشناسه. سرکار درجه یک، اصلا فوق العاده و بازی بده، اصلا یه موجود یعنی شیطون درجه یکی بود. که خب فکر کن چی بردی؟ گفتم خب بده میکن تو خدا اینا. خب چرا انقدر تا الان طول که؟ گفت این جوری دیگه رسیده بود به اون تهش و اینا، ما تا الان داشتیم کشتی میگرفتیم سر جوایز و فرار اینا، خیلی هم خسته شدم اینا. گفتم که خب حالا دیگه البته تموم شد دیگه. گفت آره. گفت دوست داشتی چی ببری اگه میبردی؟ گفتم یه لحظه فکر کردم، گفتم جایزه بازیگری آقای کیارستمی. عاشق آقای پایور بودم. آره. واقعا دوست داشتم. خدا رحمتشون کنه. خدا رحمتشون. آره. خیلی دلم می‌خواد ایشون یه جایزه بگیره در صحنه مثلا جهانی و اینها. گفتش که بردی. گفتم شوخی می‌کنی؟ گفت بردی. گفتم آقای کیارستمی. گفت بردی دیگه عزیزم. پای پایور جایزه رو برد. گفتم وای خدای من قربونتون برم، اصلا فوق العاده فلان. گفت حاضری اینو با جایزه فیلم نامه عوض کنی؟ شروع شد من عوض کنم مثلا کیام که عوض. گفتم آقای کیارستمی دست برد تو رو خدا، ساعت مثلا 12:30 شب این روز بخوابی؟ گفت نه جان من. حاضری؟ گفتم که اصلا برای چی حالا؟ جای حاضری با کارگردانی عوض کنی؟ گفتم تو رو خورد. گفت نه جان من راستشو بگو، میدونم حالا آقای پایور دوست داری فلان فلان فلان، دلیل میخواد بیاد کارگردانی برده باشی این جایزه رو بدی اونو بگیری. ببین ما هنوز اینا رو امضا نکردیم، ما تا الان کلکل کردیم به نتیجه نهایی نرسیدیم، تو جایزه بردی این خیال راحت باشه. فردا ما باید بریم این به قول معروف بیانیه یا مثلا پاس کن نتیجه نهایی رو امضا کنیم و هیئت جوری امضا کنه و ابلاغ کنیم و فردا شام اختتامی است. گفتم آقای کیارستمی اصلا هر چی بشه، هر چی بشه. گفت فکر کن جایزه کارگردانی بردی. گفتم تو خدا اینا. گفت حالا حاضری اینو با جایزه بهترین فیلم عوض کنی؟ وا منو میگی چرا حالا نمیکنه آدم حالا که بابا چرا؟ برای اینکه جایزه فیلم بهترین فیلم یه به قول معروف کپشنی زیرش میومد که
$625,000 کش پرایز، جایزه نقدی داره. 625,000 دلار. اصلا میدونی یعنی؟ واا خدای من به پول الان چقدر میشه؟ یعنی جایزه چقدر؟ الان که 1,000,000,000 تومان میشه الان دیگه این دور زمانه یه وانه فکر کنه پول میشه. گفتم که آهی که راستم شوخی نکنین، من اصلا توانشو واقعا دیگه تا این حد ندارم. گفت نه میخوام بدونم دلت میخواست که جایزه بهترین فیلمو ببری. گفتم که خب معلومه آخه چه سوالیه اینو اینا، ولی شما که گفت مثلا به فیلم تو رأی ندادم. گفت ببین ما از ما جدی این اصلا نکته ایه واقعا. گفت از این 9 نفر 5 تاش خانم بودم و 4 تاش مرد، 5 تا زن و 4 تا مرد. فیلم تو این پیرمرد عشق 50 سالش به زنش و پایبندیش به این و فلان خانم‌ها، پای خانما همه تحت تاثیر این قرار گرفتن. یه نکته یه واقعا خود این رام بود، برای اینکه ما این اتفاقاتی که تو این فستیوالا میفته رو انقدر جدی نگیریم. آره آقا این سلائق یه سری آدمه با یه سری احساساتی. آره. و با یه سری در حقیقت. آره. نگاه و نمیدونم دریافت و احساساتش. آره. سلائق مختلف واقعا، دیدگاه‌های مختلف. بنابراین میتونه به همین سادگی، یعنی الزاماً فیلمی که در فلان جایزه در فلان فستیوال جایزه میگیره بهترینه، اصلا اینجور نیست. یعنی اینا این سلیقه اون جوریه. و گفت آره این خانوما خیلی از فیلم تو خوششون اومد و اینا. گفتم یعنی اگه واسه اون وقت اون جایزه نقدیه چیزی بشه بخوره توشه دیگه. گفتم یعنی ما اینو گرفتیم. البته که من میدونستم که نکته جالبم داشت که هیچ کدوم از اونایی که قبلا این جایزه رو بردن موفق به گرفتن اون پوله نشدن. اینو اونجا چندین نفر به ما گفته بودن، ولی در هر حال گفتم این واقعا اتفاق افتاد. یعنی ما اینجا گفت آره برو بگی بخواب، اما به زنت زنگ نزنی الان بگی $625,000 بردی ما. گفتم باشه، ولی رفتم زدم به خدا تا اومدم تو. آره اصلا فکر کردم به درک که مثلا $100 میشه تو هتل به ایران زنگ بزنی، و فراموش کردم مثلا چه میدونم چقدر ساعت اختلاف ساعت و اینا الان مثلا خوابن بیدارن اصلا مهم نبود. زنگ زدم میگه مثلا روز کجا اینا و همه چی ها. گفت $625,000 من میتونم مثلا به لیلا نگم. چی شو؟ زنگ زدم اونام برداشت. الو گفتم بردیم. گفت شوخی میکنی؟ گفتم به خدا الان آقای کیارستمی گفت. گفت سرکارت نذاشته؟ گفتم اونا خب میشنه آقای کیارستمی. گفتم والا نه فکر میکنم، چون تش من. گفت برو بردی و مطمئن. من بهش گفتم جان بهمن فلا اینا. گفت برو بردی. آره و ما بردیم این جایزه رو. گفت پس بریم اون خونه بود که رفتیم دیدیم اون دفعه نمیتونستیم فلان کنیم. میگم به خدا والا با اونو میریم میخریم محمود. ببینی با مثلا $300,000 میشه اون خونه رو خرید. گفتم وای راست میگی، یعنی ما اصلا صابخونه شدیم، بعد دیگه حیات داریم، نمیدونم حوض توش درست میکنیم، درخت میکنیم، فلان میکنیم. این همه تو آپارتمان، یه آپارتمان 90 متری داشتیم پای چیز موتورخونه. یه لیوان آب جداگانه بیاریم به جان آقا زیر اون پایین زیر موتورخونه. و حالا میرفتیم تو حیات تو خونه، یه خونه میگرفتیم. کلی با هم حال کردیم پای تلفن و رویا بافتیم و فلان اینا. کاری نداریم، فرداش هم رفتیم و همین هم شد. آقای کیارستمی با دست خودش که واقعا افتخار بزرگی بود برای من، این جایزه رو به من داد روی صحنه. بله. و بعدن همون روز ما فهمیدیم که این جایزه نقدی نیست اصلا. این یه اعتباره برای ساخت فیلم بعدی که شما یه تهیه کننده گیر بیاری اونم $625,000 بذاره تا بشه 1,000,000 و مثلا نمیدونم 250 تا که کفه سر بودجه برای ساخت یه فیلم در آرژانتینه، چون فیلمو شما باید اونجا می‌ساختی. واسه از اون چیزای واقعا عجیب و غریب. ای بابا یعنی فکرشو بکنین. شبی گذروندیم واقعا به همش میارزید. بعد زدیم به خانمتون چی گفتین؟ حالا اصلا مگه میتونستم بگم؟ گفتم بذار حالشو بکنه تا من برسم به تهران. چی بگم بهش؟ اون رفته دنبال خونه بود. گفتم بله سلام علیکم در باز کنیم ما بیاییم تو. گفتم بسه کیفشو ببره، ولی خوشبختانه وقتی که رسیدم گفت من خیلی حرفتو باور نکردم.
انقدر گنده بود که فکر کردیم به دروغ بیشتر میخوره تا به واقعیت. آره ترجیح داده باور نکنه. آره خلاصه تو قربون دستت برم من. آره خلاصه اینجوری شد. اینم ماجرای اون جایزه بود که 625000 دلار پول که ما حالا جایزه جالب بود که بعدا نصفشو در حقیقت اونا پرداختن برای فیلم رقص با رویا. ولی در هر حال این اتفاق اونجا افتاد که حالا من وقتی جایزه رو گرفتم نکته جالبش این بود. خب جوره اونا روم نمیشد لای این یارو پوشه و اون یارو دیپلمه و اینا رو واک کنم ببینم چه کی نکی اصلا ماجرا چیه. رفتم دستشویی به خدا. آره آره رفتم دستشویی در حین مراسم. آره دیگه آره به جان خودم رفتم دستشویی. یعنی مراسم داره مراسم داره برگزار میشه با اینا. یه لحظه من معذرت میخوام با اینا برم در توالت برم بیام. نشستم روش این یارو پوشه رو باز کردم هی زیر و رو کردم این بر اون برقه رسه شما اینو بردی ایران. آقا این پس هیچی نداره که. و خلاصه اومدم بیرون دماغ آویزون و اینکه اون کو. خب این یارو رو دادن پوشه هم دادن خیلی جایزه خوشگلی هم هست خیلی خوشگله طراحیش فلان اینه درخت اومبو و یه نفر با دوربین تلایی بخش تلاییه وسط توی دوربین فیلم برداری وسط پوله کو هیچی علکی دیگه اومدیم دیگه خلاصه. ولی جالب بود که گفت نه من حرف تو خیلی باور نکردم گذاشتم با هم حالشو ببریم اون شب. ولی ولی نه ولی گلوم چقدر مسلط رفت. آره خلاصه اینم از جایزه. آره این مبرو افتاد. بریم بیایم و رفیق قشنگم جناب خانم بهمون اضافه شد. آمده رو به اونجا بیاین 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 پیش من. یک دو سه بریم بیا سه 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 چار دو و دو و دو و دو و دو بوم 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 دو و دو و دو و دو و دو بوم بوم بوم. یه روز خوبه میاین بی بهونه آروم آروم که خنده جانمونه. یه حرفایی داریم شنیدنیه یه حسایی داریم نگفتنیه. دنیای ما مثل هندوونه است یه تیکیش کجاست تو خنده بونه است. همه ی آدم و هم دونه هاشن میتونن با یه بشکن از یا پاشن. دو و دو و دو و دو و دو بوم 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 دو و دو و دو و دو و دو بوم بوم بوم. حرفای من حرفای دل توست یه دنیای خوب توی رویای توست. با چشمامون میشه با تو باشیم شاید بی این شعر از هم بپاشیم. دنیای ما مثل هندوونه است یه تیکیش کجاست تو خندوونه است. همه ی آدم و هم دونه هاشن میتونن با یه بشکن از یا پاشن. دو و دو و دو و دو و دو بوم 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 دو و دو و دو و دو و دو بوم 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 دو و دو و دو و دو و دو بوم. خانم آقایان همچنان محمود جلالی مهمان ما و جناب خان آتیش بارم اینجا. سلام خوشگله. دستا گرمه دستا گرمه. بله به قلب دست نام و عدد دون شبلا قلب دست نام و عدد دون شبلا. دیدن فیلمای تو روح میده جلا والا روح میده جلا یالا روح میده جلا. از پیش ما نری.
تقدیم با عشق به استاد فیلم برداری سینما ایران استاد کلاری ماشاءالله. جونم قربونت برم من جونم. جناب خان میبینی آقای کلاری تو رو دوست داره. چه قند و عسلی آوردی رامبود. میبینی والله بخدا. آره رامبود چقدر این سینما بیرحمه واقعا. چقدر چقدر عجیب و بیرحمه رامبود. چرا چی شده؟ یه نفر با این تیپ با این استای با این چهره باید پشت دوربین وایسه، بعد یه نفر مثل شما با این قیافه با این شکم با این استای باید رو جلو دوربین. چقدر سینما بیرحمه واقعا 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 درست گفتی شاکرتون. حساب کتابش به هم ریخته سینما. چی برام بیرحمی بیداد میکنه نوکرتو. یه تیکه قربونت برم من. ببین سلام من نفرمایی نه شما سر ما جا داریم با خدا. دیگرتو برم من دیونتو. چرا خب یه تیکه از شعرتو بگو لالو یه چیزشو نفهمیدم. نفهمیدی یه بار یعنی همه جوری بدون آهنگ بخونم. آره لطفا میشه. گفتم قلب دست لا و عزد دور شه بلا دیدن فیلمای تو روح میده جلا والا روح میده جلا آخ روح میده جلا موهاد رنگ برف و تو چشماد پر حرف بری تو همه باید بزنن وای ساده کف آخ کلاری تو دلبری والا فیلم بردار مادری آخ بوگو چی میخی بدم یالا که از پیش ما نری. آفرین عزیزم خیلی کار درسته. آفرین سلامت باشم. از خواهی میکنم تو حرفتون پریدم. اختیار داریم. آقای کلاری از فیلم مادر یه خاطره بگین. جالبه زیاد دارین البته خیلی مفصل. ولی فیلم مادر دو تا اتفاق توش افتاد که یکیش خب یه خورده شاید غم انگیزه ولی یکی دیگهش حالا مرز تراژدی و شاید کمدیه. واقعا خاطره اولم اینه که کنار دوربین من واقعا در فاصله یک متری دوربین بزرگترین بازیگر سینمای ایران مرد، یعنی فوت کرد درست در فاصله یک متری دوربین من. بزرگترین که میگم منظورم حالا در سایز و در اشله. مرحوم لطفی بود که خیلی عجیب بود. اینا یه گروه بودن با اکبر عبدی و چند تا دیگه که اینا سال خورده بودن، یعنی همشون بالای مثلا فرض کنیم 40-50 و اینا سن داشتن، منهای اکبر که حالا جوان بود در اون روزگار. اینا با هم دیگه تو کوچه بازی میکردن. اگه فیلم رو دیده باشین یه تو پلاستیکی داشتن و با هم بازی میکردن. یه صحنه‌ای داشتیم که اینا توی کوچه باریکی دنبال توپ میدویدن و مثلا بازیشون ادامه میدادن. یه بار رفتن و این اتفاق افتاد و آقای حاتمی کات داد و مثلا ما گرفتیم. به من گفت که محمود جان میخوای یه بارم از سمت چپ دوربین برن یا رو برعکس. اون دفعه چپ دوربین وارد شدن، این دفعه سمت راست به اصطلاح کادر وارد شدن. گفتیم بله آقا بریم از جهت در حقیقت دیگه شو بگیریم. اینا همه برگشتن اومدن پشت دوربین. آقای حاتمی گفتن که مثلا صدا دوربین حرکت و یه چیزی گفت گرب. من چشم پشت ویزور بود و سرم در حقیقت نمیتونستم بغلمو ببینم و نگاهم به ویزور دوربین بود. یه بار سرمو برداشتم از پشت دوربین و بی اختیار و نگاه کردم دیدم همین آقای لطفی نقش بر زمین شد بدون هیچ پیش زمینه ای و چون تقریبا همین فصلا بود، همین ایام بود، هوا خیلی گرم بود. خب همه گفتن که گرم و زده شده نمیدونم فلا اینا آب فلا اینا و یه پارچه آب از همسایه در اون کنار باستان دارم پنجره داشتن فیلم برداری نگاه میکردن در کنار ما. اونا زود یه پارچه آب خنک دادن بیرون ریختن تو لیوان و اکبر عبدی سعی کرد اینو به خورد آقای لطفی بده ولی دهنش باز نمیشد و هیچ حرکتی از خودش نشون نمیداد. انقدر شوخی بود و انقدر غیر قابل باور بود که اکبر پای اینو بلند کرد و آب یخ رو ریخت تو پاچه شلوارش. یعنی شوخی کرد با این در اون لحظه. اصلا فکرش نمی‌کرد. اصلا مطلقاً هیچ کس تصور اینو نمی‌کرد.
یه باره یک نفر که فکر کنم گروه فیلم برداری ما هم بود حتی تا اونجا که یادمه که کنار سر این نشسته بود گفت آقا این نفس نداره. یعنی چی؟ این هیچ واکنشی نداره و نفس هم نمیکشه. یک باره او همه چیز به هم متوجه شدن و خیلی عجیب بود برای اینکه یه تاکسی که مال فیلم بود بلافاصله گفتن بگی ماشین فلان اون تاکسی رسید یه پیکانی بود و خب هیکل ایشون جا نمیشد بنابراین پاهاش از پنجره بیرون موند و حالا یادم نیست که خود اکبر عبدی و یکی دو نفر دیگه با این حرکت کردن و ما با یه اتومبیل دیگه در پی اینا بیمارستان سینا با اونجا کار میکنیم تو شاهپور خیلی نزدیک بود ایشون رسوندن به بیمارستان و مثلا با 3 دقیقه فاصله بعد از اونا ما رسیدیم به بیمارستان گفتم فوت شده مگه میشه گفت آره دکترها گفتن که این یه چیزی حدود 20 دقیقه قبل فوت شده یعنی اونجا مرده و افتاده زمین یعنی یه سکته عجیب این اتفاق در حقیقت تو فیلم مادر افتاد یه اتفاق دیگه که حالا یه جور دیگه بود یه جنس دیگه بود یه آقایی بود که سرایدار اون خونه‌ای بود که ما گرفته بودیم توش کار می‌کردیم یه عیزقایی بود که این لغوه داشت و سرش همش تکون میخورد اونم جز همون بچه هایی بود که تو اون صحنه دیدیم که بازی میکردن ما خب حیاتو پارچه میکشیدیم برای اینکه نور عوض نشه و مثلا ما بتونیم در طول روز فیلم برداری بکنیم همیشه که این بچه ها میرفتن اون بالای ما بهشون میگفتیم که مراقبت کنین محتاط باشین برای اینکه ساختمون قدیمیه اون به قول معروف جدولی که لب این هره ها کار کردن با آجرهای قدیمی قزاقی بزرگ اینا لقن و پاتون رو اونا نذارید یک روز بر حسب اتفاق وقتی اینا رفتن بالا که این تنابا رو بکشن حالا یه مقدار پارچه صاف و صوف‌تر بشه یکیشون انگار ظاهرا میره روی اون یا حالا پاش میگیره به اون وقتی که تنابا میکشه یه دونه از این آجرا از اون بالاست میفته پایین و عجیب این که در طول مسیر صاف اومد و خورد تو سر عیزاقا که تو حیات بود گارب خورد تو سر عیزاقا که اینجوری بود؟ عیزاقایی که لغوه داشت و همه گفتیم وای خدای من یه حادثه یه دیگه این دفعه به وسیله ما اتفاق افتاد آره. یعنی وسیله این پسرکی که با ما کار میکرد بهزاد دورانی آره همون که بعدا تو آره. فیلم ابر افتاد تو فیلم باد ما رو خواهد بردم آره. بازی کرد افتاد پایین و این بنده خدا خوب سرش رو گرفت و نسبتا حال رفت اینو زود باز رسوندم به بیمارستان و نمیدونم عکس و اینا از سرش و اینا از کاس جمجمش کنه خب نه آسیبی ندیده برش گردوندن و رفت تو اتاقش استراحت کرد باور نکردنی بود فرداش رام بود اومد پایین و دیگه لغوه نداشت یعنی سرش اینجوری اینجوری دیگه نمیشد یعنی این آجره من نمیدونم چی کار کرد تنظیم کرد انگار مخ این بنده خدا رو و این و جالب یه عمر اینجوری اینجوری واقعا درنگ تموم دیگه شد اصلا دیگه لغوه نداشت یعنی سرش اصلا اینجوری اینجوری نمیشد بعد آقای آتابی به وسام گفت ببین تو نمیخواد تو گروه فیلم برداری کار کنی تو یه مش آجر با خودت برد ببر آدمایی مثل اینو مداوا کن از یه فاصله بزن تو سرش یه دیگه سرشون تکون نخوره این خاطره هم بلو سیران بود 7 سال درس میخونن 20 سال تخصص میگیرن نمیدون فیزیوتراپ مغز و اعصاب با یه آجر ردیف کردن دقیقاً کاش الان یه آجر هم برای رامبو دمه دست بود مگه من گرفتاریم چی الان نه هیچی نه بابا بچه ها کسی به روش نیاره کسی به روش نیاره چیزی تو روش نگی ناراحت میشه نه خوبه هیچی خوبی تو خوبی رامبو خیلی خوب رامبو بله آقای کلاری فیلم عروسی ما نمیگیره ای جونم ای قربونت برم من ای عزیز دل من ای جیگرتو برم من میگیره؟ تو یه عروسک مامانی خوشگل مثل خودت پیدا کن من در مقابل الان همه این نگاه‌ها و نگاه‌های بیرون از در حقیقت این فضا به شما قول میدم من این فیلم رو پیدا کردم قول میدم چه خبری بود؟ سلامت باشی.
تو احلام و دیگه یعنی واقعا به خاطر این اتفاق باید دست جمعی هجوم ببرین در خونه احلام اینا. بکن فیلم عروسی ما اسکار بگیره. نه؟ آره واقعا. میرم بالا از میرم بالا از سونی پیکچرز تشکر میکنم. رامبو. آره ها. آخه میدونی کامبیز کامبیز جان بود بهت گفتم همین پسر خواستگار الان. آره 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 اعصاب خرد کنه. این رفته با داریوش خنجی صحبت کرده. خب مثل که داریوش خنجی هم بهش اوکی داده. گفتم کلاری بیارم بکوبم رو داریوش خنجی. اینجوری کرد. کوبیدم. آره واقعا کوبیدی. ماشاءالله. آره فقط آقا کلاری ببخشید. عذرخواهی میکنم. ها فقط عذرخواهی میکنم اون لحظه ای که سر سفره عقداری لنز بیمندی فوکوس کشی میکنی خواهش میکنم چشاتو بنداز پایین چون محکم حساسم فقط گفته باشم ولی همون نمیفهمم یه هم میبافم حتما حتما قول میدم حتما زنده باشی کابو جان ببخشی ما دو سه تا سوال تخصصی راجع به عکاسی فیلمبرداری دارم بفرمایید از آقای کلاری بپرسم امکانش هست تشریف بیارن اینجامو آقا بفرمایید. خواهش می‌کنم در خدمتتون. گفتم دیگه چه فرصتی که یک ماستر کلاس داشته باشم رو. ببخشید استاد. بله. اول میشه یه بوستون بکنم استاد. برم من. ای جان یک لحظه عذرخواهی می‌کنم آخی. این دوربینو تازه گرفتم کم چیزا شاره ببخشید. عذرخواهی می‌کنم. استاد ببخشید. این دوربین چطور روشن میشه؟ اصلا از اول گفتم مستر کلاس از اول گفتم پایم قوی کنم چطور روشن میشه؟ نیازی نداره روشن بشه همین جوری هم میگیره با این وضعیت آره بعد چطور خاموش میشه که باید خراب بشه؟ سلامت باشی رامبود یه سوال دیگه هم دارم ببخشید استاد ببخشید جونه. اگر تو گلدن تایم باشیم بخوایم تصویر سیلوئت بگیریم با لنز 50 دیافم گذاشته باشیم رو 2.8 الان تو این شرایط ISO رو باید رو چند بذاریم ببخشید این هم اگه ممکنی جواب بدیم تو مگه تو ببینم تو وقتی اینقدر اطلاعات داری چجوری نمیدونی اون چجوری روشن میشه جان نه گفتم پایم قوی بشه استاد ببخشید این دکمه که تو باید با من باور کن تو فیلم بعدی به جان تو جناب خان باید بیا تو فیلم بعدی با هم کار کنیم تو اطلاعات در من بیشتره قربون قدت برم من فوکوس کش تو چیگر تو برم من جونم هدیه نداری بهشون بدی آره آره دارم استاد ببخشید دکمه روی چیه این بالاش این دکمه دکمه گنده ای چیه؟ اون دکمه گنده هم مال اینه که شما اگه نخواستی از اینجا نگاه کنی آه. از اینجا نگاه نه نه این که فشار میدی یه چیلیقی میکنه این اسمش چیه این؟ این چیه رام بود اسمش؟ اون این نونباها که اینجوری میکنن اسمش چی بود به با اون که نون میپزه چی میگن؟ نون میپزه؟ شاتر ها این شاتره؟ پس شاتر اینه ها؟ اوکی آقا کلاری جون ما دوبر کنجدی که مغز پخت بشه کجا شما سراغ داری بیم بگیری؟ جان اونو با فیلتر درست میکنیم ببین جناب خان خیلی هارکون داری با آقای کلاری اینقدر هرکره میکنی آقای کلاری ببخشید ما آشنا داشتم تو گمرک خب الان یه بار لنز ماستر پرایم الکسا برام رسیده خواستی بگو تو آزاد کنم بیارم تو با یکی از این آقازاده ها رفیقم آره چی؟ آقازاده چی؟ وای آقازاده چی؟ میگم با یکی از این آقازاده هامو ارتباط مویرگی دارم 6000 تا خودرو با یه بار لنز داریم وارد میکنیم بار لنز میخوایم بپاشیم تو بازار دمت گرم یه دونه در حقیقت نمیدونم بار و اینو فایده نداره بود فایده چند تا تریدی بیشتر از یه حرفا میبندم نه چاکر کار دیگه حله سلام اجازه دارم یه هدیه هم تقدیم کنم به استاد قربونت برم سلام عزیزم استاد ببخشید گرت تو برم بعد قربون شما این خدمت شما وای وای این انگوریه که بابا خورد وای وای جونم انگوری که خواهرش بابا گرت تو برم من ای جونم به 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 فرمودین دارین تشریف میبرین منزل خواهر گفتم انگور ببرین دیگه بغض نکنم حتما حتما قربونت برم من فدای تو یه کاده کوچولو دیگه هم آماده کردم رامو بده 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 بفرما وای 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 وای
فقط نصفشو بخورین با قلوپای کوچیک. یه قلوپ من یه قلوپ. آره. قلوپ کوچیک. بابا دیگه بذار پس مال خودشون باشه دیگه. بخور قنده ده بره بالا. قنده ده بره بالا. قنده ده بره بالا. دیگه چه داری بیا بالا. قنده ده بره بالا. نوکه. ای جونم. تقدیم با عشق. قربونت برم من. اینو بیارم اونجا. بله بدین مال شما. مرسی عزیزم. قربونت برم من جناب خان خوشگلم رامبد. بله آبروریزی نکردم. چی؟ آبروریزی نکردم. عالی بود. عالی عالی بود. دمت گرم. نوکرم فلاک. محمود خان بعد لبخند بزنید 15 ثانیه به تماشاگر توی خونه اون دوربین. الان اون دوربین میتونم لبخند بزنم. جیگر دارم. شما همیشه در حال لبخندید. آماده؟ بله. 15 ثانیه براشون بشماریم از بالا بیایم پایین. 1 2 3 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 آقا باید یه قولی بدیم در خندوانه. مهمونه در خندوانه یه قولی میدن که متشکرم. بگید که ممنون شهاب حسین. بعد قول بدید که بیرون از اینجا یه کاری بکنین یک نفر تا چند نفر خوشحال شن. حتما. بعد بگید که چی کار میکنم. دوربین ما میاد میگیره. چند تا بچه ای رو که از اینایی که در حقیقت هم کم و بیش دور بر خودمون میبینیم که چقدر هم واقعا تلخه، اینه که دور بره این سختای زباله میگردن، سعی میکنم بهشون کمک کنم و حتی در اون کاری هم که میکنن کمکشون کنم. حتی این کارو میکنم. باشه. چند تا؟ فکر نمیکنم تعدادشون خیلی بتونه زیاد بشه، ولی فکر میکنم که تا 4-5 تا از پسش بر بیان. آلی خیلی هم قشنگ. رامبد بله میدونستی بهترین کیفیتی که بالاتر از بلوریه چیه تو تصویر؟ بگو. کلاری. ای قربونت برم من. یه درجه بالاتر از بلوریه. یعنی بهترین کیفیت تصویر دنیا. آفرین کلاری. آفرین. گریه میکنین؟ معمولا اشکم داره مشکمه. زود به قول معروف راه میفته. از بچگی هم اینجوری بودم. کنترل میکنم تقریبا تا اونجایی که بتونم کنترل میکنم، ولی آره بعضی چرا؟ خوب یه جوری بقیه رو اذیت میکنه. یعنی یه مواقعی همه حتی یه جایی میدونی از مثلا مثل تو فیلم جدایی که حالا فیلمش هم در اومد، خب اونجا یاد بابام افتادم. برای اینکه اون شرایطو با پدرم داشتم وقتی که اونم سرطان داشت و یه مدتی تو خونه بود، من حمومش میکردم. واقعا نتونستم کنترل کنم، یعنی دیگه نمیدیدم. بخش قابل توجه از اون پلانو من نمیدیدم، یعنی چشمم پر پر بود. و اما علل قاعده این ضعف، حالا اگه اسمشو بذاریم یا هرچی رو دارم. یعنی ضعف نیست دیگه، این خنده است. بخشی آره، بخشی از ماست. باید رهاش کنیم. دقیقا. سخته ولی خب بارد که درسته. یه کتاب میخوام بهتون هدیه بدم. ممنونم. عکس‌های تعدادی از عکاس‌هایی که پیاده روی 40 رو که به کربلا میرن، مراسم بزرگی که وجود داره. بله بله. آره در 6 سال، طی 6 سال اونها این رو عکاسی کردن. جالب. آره عکاس‌های مختلف که متعلق به آره چند تاشون رو میشناسم. آره میشناسم. آره آره جاسم رزبانپور رو نمیدونم. آره چند تا جور میشناسم. آره که تو این پروژه بودن. بله بله. کسای امتیاز مؤسسه فرهنگی و هنر شیعه شیعا این رو چاپ کرده، اینو تقدیمتون میکنم. مرسی ممنونم. عکسای خوبی توشه. هدیه 780 که حامی خندوان است رو تقدیمتون میکنم. مرسی عزیزم. و این لوحمون که میره پیش اون همه جایزه بزرگ و معتبر. مرسی. و لطف کنین کنار اونا بذاریم و ببینیم. حتما. قربونت برم. مرسی. مرسی رامبد. مرسی.
مخلصم. من این افتخار رو داشتم که جلوی دوربین شما بازی بکنم. یه بار برای اولین بار که رفتم جلوی دوربین، فیلم های 100 ثانیه به مناسبت 100 سالگی سینما ساخته می شد که آقای پرویز کیمیاوی یکی رو ساختن و شما یکی از فیلم برداری بودین که کلی از اون فیلم ها رو ساختیم. آره درسته. و من جلوی دوربین آقای کلاری قرار گرفتم که خیلی هم کیف کردم. خدا روزی ما هم بکنه ایشالله. آره استاد چهره ایمو فوتوژنیک هست برای دوربین خوبه؟ عروسی عروسیت قربونه. اسکار میگیرم؟ اصلا بالاتر از اسکار آخرشی. آره تا آخرشی. و آرزو میکنم یه بار این افتخار داشته باشم که در کنارتون یه فیلمی رو با هم بسازیم. حتماً با کمال میل. چاکرم. خیلی مخلصم. قربونتون برم. قربون شکلتون. اینجا بلند شیم همه به احترام مردم عزیز ایران بیستیم. من کت شما رو کمک کنم که ترتون کنید. مرسی مرسی متشکرم. مرسی عزیزم. استاد کلاری ببخشید جونم. ببخشید سینموبیل حرف زشتی نیست میریم سان توی فیلمو. چرا باید زشت باشه؟ نمیدونم. سینموبیل آره اشکالی نداره. تو دیدم آخر فیلمو مثلا سینموبیل. نه نه اشکال نداره. آقای کلاری برای مردم عزیز ایران یه جمله بگین، یه آرزو بکنین. آرزوی اصلا آرزوی خودتون چیه؟ آرزومه این روزا خیلی به این فکر میکنم. آره آرزومه واقعا. فیلم بردارا همیشه میگن آرزومه. آرزومه. بله بله. خب حقیقتا آرزومه و یعنی فکر کردم با این به هم ریختگی که تو دنیا به وجود بلبشویی که واقعا اصلا دیگه داره یواش یواش ترسناک میشه که حاصل به نظر من اینه که واقعا احساس میشه که هیچی سر جاش نیست، حالا یا هیچ کس هم حتی سر جاش نیست. آرزو میکنم واقعا یه دنیایی پیش رومون باشه که واقعا آدمایی که باید سر جای خودشون باشن که اینجوری دنیا رو به این آشوب و به این بلبشو نکشن و این وضعیت جدید واقعا حاصل نشه و اینقدر حقیقتاً فجایع عجیب و غریب که در تاریخ من فکر می‌کنم حداقل یکی دو قرن اخیر بی سابقه بوده، نه کم سابقه، طی واقعاً این دو دهه اخیر شاید اتفاق افتاده. این همه فجایع، این همه اتفاقات عجیب و غریب، ما یکی دو تا و بعدم چقدر راحت همه از کنارش رد میشن به واسطه هجوم اطلاعات. یعنی واقعاً این سیستمای جدید دشمن این جریانی هستن که آدم ها تمرکز کنن روی وقایع. یعنی الان دیگه شاید کسی به خاطر نمیاره این همه آدمی که در میانمار قتل عام شدن حقیقتا و به عنوان یه نسل‌کشی حتی ازش اسم میبرن و این که اتفاقات گوناگون که دیگه این آخری ها میرسیم عرض کنم به مرزهای درون امریکا که مادرها رو از بچه‌ها جدا می‌کنن و همه رو در حقیقت توی وضعیتی قرار میدن که اصلا باور نکردنی حقیقتاً. خیلی تلخه، خیلی دردناکه. امیدوارم واقعاً یه جوری بشه که آدمایی که باید جای خودشون باشن از این بلبشو جهان واقعاً نجات پیدا کنه. یه جوری آرزوم اینه که همین دنیایی باشد پیش رومون که واقعاً هر کی سر جای خودش و درست باشه که شاید دنیا به یه نظمی برسه. آمین. عرض کنم که مردم عزیز ایران ما شما رو خیلی دوست داریم. خیلی. شما خیلی قشنگی. خیلی. شما خیلی صبورین. خیلی بیشتر از اینا لیاقتتونه. باشه. خدا شما رو خیلی حفظ کنه. چشم. چی؟ گفتی خدا شما رو بوده گفتم چشم. حرف رامبود. ما هم یه نکته ای دارم باید بگم، اعصابم خرد شد از این فجایع صحبت. بگو. واقعا اونایی که دنیا رو به هم ریختن انگشتام تو چشم یک یکشون. قبول داری رام بود؟ بله. یک یکشون خدا شاهده. سلام هم. و آرزو میکنیم مثل هر شب که در کنار خانوادتون باشین، راضی باشین، پر روزی باشین و سلامت باشین از همه مهمتر. چشم. و اینکه خوشحال با لبخند، خوشحال با لبخند، حتی علکی. آره واقعا حتی علکی. و همه مریضام از بستر بیماری بلند شد. مخلصیم. رو به اونجا آقا اینجوری میکنیم میگیم شاد باشید. یک دو سه شاد باشید. گلاری تو دلبری فیلم برداره مادری بگو چی میخوای بری.
We'll be right back.